سلام من احمد شالباف هستم توی این ویدیو میخوام یه نرم افزاری رو بهتون آموزش بدم که از طریق این نرم افزار بتونید به راحتی روی عکستون واترمارک بزنید و جلوی بعضی سوء استفاده های احتمالی رو بگیرید اینکه واترمارک چیه و چرا باید ازش استفاده بکنیم رو در ادامه توضیح میدم منتها قبل چند تا نکته هست بزنین اول اونا رو بگم یکی اینکه برنامه رو توی کانال تلگرام هم آپلود میکنم لینک کانال تلگرام هم تو قسمت دیسکریپشن می نویسم که از اونجا بتونید راحتی این برنامه رو بگیرید اکانت اینستاگرامم رو هم توی قسمت دیسکریپشن می نویسم لینکش رو هم اونجا میذارم اگر مایل بودید اکانت اینستاگرامم رو هم فالو کنید و برای اون دست از دوستانی که تازه این ویدیوهای من رو می بینن یا تازه سابسکرایب کردم بگم که من فتوشاپ رو به صورت خصوصی و مجازی هم آموزش میدم این کار رو از طریق برنامه زوم انجام میدم آموزش کامل برنامه زوم رو توی اکانت اینستاگرام هم گذاشتم که چطوری از این طریق میتونم فتوشاپ رو آموزش بدم هر جای دنیا که هستید اگر مایل بودید فتوشاپ رو یاد بگیرید میتونید بعد از دیدن آموزش نرم افزار زوم اگر مایل بودید این کار رو انجام بدید به این پیغام بدید یا تو قسمت کامنت ها بنویسید تا بتونیم هماهنگ های بیشتری رو انجام بدیم خب یه توضیح بدم در رابطه با اینکه واترمارک چیه و چرا چی بایدش استفاده کنیم هر زمانی که شما میخواد یه عکاسی رو انجام بدید و قرار بابت اون عکس از کسی پول بگیرید حالا عکاسی از محصول باشه پورتری از یه شخص باشه یا اکس های دیگه شما به واترمارک نیاز دارید واترمارک اسم و مشخصات عکاس هستش که روی عکس میاد در واقع شما اسم و مشخصات رو اون عکس قرار میدید قبل از اینکه پول رو از مشتری بگیرید یه تفاوتی از زمانی که شما یه کار هنری دارید انجام میدید حالا ممکنه این وسط به صورت همکاری با کسی کار بکنید پولی رد و بدل نشه یه زمانی هم هستش نه مشتری میاد پیش شما و قرار به شما پول بده حالا یکی دو تا ده تا دونه عکس رو انتخاب بکنه بابت هر کدوم از عکس یه مبلغی به شما بده و عکاسی انجام بشه اگر کار هنری انجام میدید ممکنه که بخواید اسمتون رو گوشه عکس حالا پایین سمت چپ یا سمت راست یه کوچولو اسمتون رو بنویسید این ما در مورد این موضوع نمیخوایم صحبت بکنیم اما زمانی که با یه مشتری دارید کار میکنید زمانی که عکاسی تموم شد باید بینید این عکس رو انتخاب بکنید هم شما و هم مشتری باید در مورد عکس صحبت بکنید اونایی که یه سری اشکالات ممکنه لباس اشکالی داشته باشه نور اشکالی داشته باشه با همدیگه صحبت بکنید و از مجموعه عکس هایی که گرفتید حالا 10 تا 100 تا 150 تا, تا هر چند تا که گرفتید یه تعدادی رو انتخاب میکنید بعد مشتری از بین اونا اون عکسایی که بیشتر از همه دوست داره رو انتخاب میکنه خب شما زمانی که عکاسی رو انجام دادید حالا تو استودیو یا آن لوکیشن هر جایی که هست دو تا کار میتونید انجام بدید یکی اینکه بیاد عکس ها رو پشت در واقع توسط خود دوربین کنار مشتری نگاه بکنید خب مانیتور خیلی کوچیکه ممکنه عکس ها رو با جزئیات خیلی زیادی نشدید هول هولکی بشه و به دلایل مختلف عکس‌ها رو نشه به راحتی انتخاب کرد. اگر تو استودیو عکاسی میکنید و مشتری هم کنار شما نشسته باید عکس‌ها وارد کامپیوتر بکنید و بعد اونجا دونه دونه عکس‌ها رو ببینید، بررسی بکنید. خیلی از آدما هستن که اون موقع حالا یا استرس دارن یا انقدر هیجان دارن به نظرشون همه عکس خوبه اون موقع هم نمیشه از بین تمام عکسهایی که گرفتیم یه سلکشن خیلی خوب درست کرد اون چیزی که من پیشنهاد میکنم و تا حالا انجام دادم اینه که عکاسی که تموم شد با همه با مشتریتون خداحافظی میکنید میره ولی بهش قول میدید که همه ها رو براش بفرستید کاری که من انجام میدم اینه که تمام ها رو تبدیل میکنم به فرمت جی پیگ یعنی را رو تبدیل میکنم به جی پیک و بعد ریسایزشون میکنم سایزشون رو میارم پایین کوچیکشون میکنم و بعد روشون واترمارک میزنم همه رو فشرده میکنم در قالب یک فایل زیپ یا فایل رر برای مشتری میفرستم حالا اون وقت داره که یه روز دو روز یه هفته هرچقدر چقدر که دلش میخواد میتونه اکس ها رو نگاه بکنه و بعد از بین تمام اکس ها یه تعدادی رو انتخاب بکنه برای من بفرسته تا من اونها رو ادیت کنم و بهش برگردونم خب اینجا مشکل به وجود میاد فرض کنید که یه مشتری قرار بوده که 10 تا دونه عکس از شما بگیره بابت هر عکس هم مثلا 100 هزار تومان به شما پول بده شما یه میلیون قراره که از این عکاسی درآمدی داشته باشید حالا وقتی عکاسی تمام شد و شما تمام عکس‌ها رو برای مشتری فرستادید همه آدما اینطوری نیستن ولی خب بعضی از آدم‌ها اینجوریان اکس ها ریسایش شده جی پی میتونه اونا رو توی تلگرام اینستاگرام فیسبوک هر جایی که دلش میخواد آپلود کنه حتی میتونه بره تو سایز کوچیک هم چاپ بکنه اگر شما واترمارک نزده باشین روی عکس ها یعنی اسمتون مشخصاتتون روی عکس پخش نشده باشه ممکنه که بگه که من ده تا دونه عکس نمیخوام مثلا یه دونه یا دو تا رو انتخاب کردم اینو برای شما میفرستم شما زحمت بکشید مثلا اینو ادیت کنید و این حرفا خب مشتری میگه که من برای چی بیام پول بیشتر بدم این که همه عکس‌ها رو برای من فرستاده حالا ادیت هم نکرد اونقدر خوب هستن که من بتونم جای استفاده بکنم اینجا گاهی وقتا یه سوء استفاده های اتفاق میفته که قرار ما جلوی اینو بگیریم شما وقتی از یه نرم افزار ساخت واترمارک استفاده میکنید اسم و حالا یه سری مشخصات دیگر تمام قسمت عکس پر میکنه و دیگه اون مشتری قبل از اینکه پول رو به شما بده و شما عکس بدون واترمارک رو بهش بدین نمیتونه از اون عکس رو جای دیگه استفاده کنه برای اینکه هر جایی که بخواد استفاده کنه همه میفهمم که میفهمن که این مشتری به عکاسش پول نداده و داره حالا نمیشه گفت غیر قانونی به خاطر اینکه قانون سفت و سختی در رابطه با این موضوع نداریم اینجا ولی به هر بدون اجازه اون و بدون هماهنگی داره از این عکس‌ها استفاده, کنی سو استفاده کنه یا سوء استفاده کنه حالا اگر که واترمارک بزنید و مشتری اون عکس‌ها رو انتخاب بکنه و شما عکس‌ها رو ادیت می‌کنید بهش تحویل میدید اینجا بازم دو تا حالت وجود داره میتونید اگر مایل باشید اسمتون رو خیلی کوچیک یه طرف پایین یا سمت چپ یا سمت راست بذارید اگر که مشتری مایل بود این کارو میتونید بکنید اگر هم نه چون پول داده به شما فکر نمی دیگه اگر مایل نباشی دیگه شما نمیتونی این کار انجام بدید البته در رابطه با این موضوع خیلی بحث انجام شده من نمیتونم حالا در مورد در مورد این موضوع بگم که خب وقتی مشتری به شما پول داد همچنان میتونید واتر مارکتون رو بزنید یا نه این دیگه به خودتون بستگی داره فقط من در مورد این قسمت میخوام صحبت بکنم که تا زمانی که کسی به شما پول نداده نتونه عکستون رو هم جای استفاده بکنه خب این توضیح دیگه هم طولانی شد امیدوارم که بعضی مسائل روشن شده باشه بریم توی کامپیوتر بریم توی لپتاپ ببینیم که این برنامه چی هست و چطور میتونیم ازشون استفاده بکنیم خب من به عنوان مثال چند تا عکس اینجا انتخاب کردم هشت دونه چند تا بود ده تا, ده تا دونه اکس تا دونه عکس انتخاب کردم اینکه شما چطوری اکس ها رو تبدیل بکنید به فایل های را رو چطور رو تبدیل بکنید به جی پیک؟ حالا بستگی داره از اون برنامه ای که به عنوان را پراسسور دارید استفاده میکنید ممکن از کمرا بخواید استفاده کنید از لایت روم کپچر وان و برنامه دیگه ما با اون قسمتش کاری نداریم در هر صورت شما فایل های جی رو آماده کردید به احتمال زیاد ریسایز هم کردید پیشنهاد میکنم که همون لحظه که دارید این کانورژن انجام میدید تبدیل رو انجام میدید همون موقع هم در واقع اکس ریسایز بکنید که بعدا توی برنامه ساخت واترمارک اونجا نیاز نباشه که این کار رو انجام بدیم خب ببینید من چند تا دونه عکس گرفتم ادیت هم نشدن مستقیم از تنور اومدن بیرون و هیچ کدومشون هم واترمارک ندارن خب یه برنامه هستش به اسم TSA مارک Software خب از طریق این برنامه ما میتونیم به روش های مختلفی واترمارک روی عکس اضافه کنیم هم میتونیم متن اضافه کنیم مثلا اسم عکاس رو مدل دوربین رو بنویسیم هم میتونیم اگر لوگو داشته باشیم به صورت عکس باشه اون عکس هم جای مختلفی از در واقع عکس ها اضافه بکنیم تا در هر صورت قبل از اینکه پول رو به ما ندادن ما هم عکس ها اینجوری آماده ترتمیز تحویل ندیم خب اولین چیزی که باید در موردش صحبت کنم اینه که برای دوستانی که حالا زبان انگلیسیشون زیاد خوب نیست یا اینکه عادت دارن از زبان فارسی تو خیلی از برنامه استفاده کنن این نرم افزار زبان فارسی هم ساپورت میکنه این قسمت بالا سمت چپ نوشته select language شما میتونید از اینجا زبان فارسی رو هم انتخاب بکنید ببینید که همه چی بلا فاصله به فارسی تبدیل میشه ولی از اونجایی که معمولا این ترجمه ها خیلی وقتا عجیب قریب آدم گیج میشه بیشتر من ترجیح میدم که از همون زبون انگلیسی استفاده کنم خب قدم اولی که باید برداریم اینه که یا یک دو سه حالا چند تا دونه عکس رو انتخاب کنیم یا اینکه کلا یه پوشه رو انتخاب بکنیم حالا داخل اون پوشه ممکنه صد تا دونه عکس باشه معمولا چون تعداد عکسایی که میگیریم زیاد هستن ما یه پوشه انتخاب میکنیم که همه اکس ها رو واترمارک بزنه حالا اگر بخواید یه دونه اکس یا دو تا دونه اکس رو انتخاب کنید توی قسمت تب اول نوشه فایلز تو واترمارک یعنی اون اکس هایی که فایل هایی که قرارشون واترمارک بخوره میتونید روی این گزینه اد در قسمت اد سورس یعنی منبع رو مشخص کنید روی فایل کلیک بکنید و بعد میبینید که اینجا من میتونم مثلا عکس اول یه دونه اینجا و این سه تا دونه عکس رو انتخاب بکنم اوپن کنم اینجا عکس ها رو لیست میکنه و بعد برم مراحل بعدی رو انجام بدم یا اینکه من این لیست رو پاک میکنم از طریق دکمه کلیر لیست یا ریموو آل میتونم بیام یه پوشه انتخاب بکنم روی دایرکتوری کلیک میکنم و بعد از این قسمت میرم اون پوشه ای که میخوام یعنی در واقع ها توش هستم و میخوام اونا رو واترمارک کنم سارا رو انتخاب میکنم اوکی خب بریم سراغ حالا مرحله بعدی به این دکمه های پایین کاری نداشته باشید این پریویو هم بعد از چند ثانیه خودش اینجا نشون میده تب بعدی قسمت واترمارک کانفیگوریشن هست یعنی قراره که اینجا مثلا فونت اون اسم یا اون نوشته رو مشخص کنیم اینکه چه نوعی از واترمارک رو داشته باشیم عکس میخوایم بذاریم روی این عکس یا اینکه کارهای دیگه انجام بدیم خب در قسمت این کادر سفیدی که اینجا میبینید نوشته اینتر یوز فور واترمارکینگ قراره که چی رو این عکس بذاریم مثلا من بنویسم احمد شالباف خب خیلی کار میشه اینجا انجام داد اینکه من یه دونه یه نکته اینجا هست اینکه من یه دونه اسم بنویسم روی عکس به عنوان واترمارک خیلی راحت میشه اینو از بین برد یعنی اگر من یه همچین اسمی رو روی عکس قرار داده باشم و یه نفر بخواد این اسم رو از روی این عکس حذف بکنه توی فتوشاپ میشه زیر 20 ثانیه یه همچین واترمارکی رو حذف کرد جوری که اصلا مشخص نباشه بنابراین ما تا جایی که امکان داشته باشیم میخوایم حذف واترمارک روی عکس رو هم مشکل کنیم که برای یه آدمی صرف نکنه بخواد چند ساعت توی فتوشاپ وقت بذاره و دونه دونه اسما رو پاک بکنه خب توضیح میدم که چطور به جای اینکه یه دونه اسم داشته باشیم اینو تکرار بکنیم همه جا عکس توی قسمت فونت که خب مشخص هر فونتی که دلتون بخواد میتونید برای این نوشتتون انتخاب بکنید این خیلی مهم نیست از اینجا میتونید حالت ایتالیک یا بولد رو هم انتخاب بکنید اگر دوست داشته باشید در قسمت insert, insert symbol میتونید مثلا این علامت کپی رایت رو هم بیارید اول تکست مثلا اهم هنوز چیزی ننوشتید این زر سیمبول من میتونم بزنم یه سی بنویسم اینجا و بعدش بنویسم احمد شالباف خب این رو هم کوچیک کنیم پس از این قسمت سیمبول هم میتونیم اگر نیاز داشته باشیم از این نعمات ها استفاده کنیم یه کار دیگه میشه کرد من اینو پاک میکنم در قسمت اینزر اینفو میتونید یه سری اطلاعات رو روی عکستون به عنوان واترمارک قرار بدید مثلا نگاه کنید نوشته اگزیو تگز من اگر الان رو روی این زر کلیک بکنم تاریخ رو مینویسه و ساعتی که این عکس گرفته شده یه سری اطلاعات هست بهش میگن متا دیتا چیه یعنی تمام اطلاعاتی که لحظه ثبت عکس در فایل عکس ذخیره شده اطلاعاتی مثل ساعت تاریخ اطلاعات مربوط به خود عکاسی اکسپوژر چی بوده در واقع شاتر چی بوده آپرچر چی بوده ایزو چی بوده بعضی از ها از طریق جی پی لوکیشن رو هم میتونن تگ بکنن یعنی در واقع اطلاعات اون لوکیشنی که عکاسی شدم داخل فایل عکس قرار بدن اطلاعات اینجوری رو بهش میگن متا دیتا شما زمانی که فایل را رو دارید تبدیل میکنی به فایل جی پیگ. حالا از هر برنامه که استفاده میکنی میتونید اجازه بدید که متا دیتا از فایل را به فایل جی پیک هم منتقل شه میتونید هم فایل متا اطلاعات متا دیتا رو حذف بکنید دست خودتون اگر فایلتون در هر صورت متا دیتا داشته باشین اطلاعات رو داشته باشه الان توی همچین برنامه میتونید استفاده کنید الان فقط اطلاعات روز و ساعت رو نوشته من میتونم اینا رو پاک بکنم ببینیم دیگه چیا داره مثلا از این لیست من میتونم بیام قسمت اگزیف کامرا مدل این رو اینزرت کنم اضافه کنم نوع دوربین رو بنویسه و بعدش یه فاصله بدم اسمم رو هم بنویسم خلاصه هر نوع تکسی که بخواید میتونید روی عکستون اضافه کنید خب بریم سراغ قسمت های دیگه این برنامه این قابلیت رو داره علاوه بر اینکه که یه فایل تکست رو به صورت واترمارک روی عکس هک بکنید حالا یا اضافه بکنید میتونید همزمان لوگو رو هم اضافه کنید متا از اونجایی که این کار خیلی شلوغ میشه هم لوگو تکرار بشه توی عکس هم تکست تکرار بشه دیگه خیلی شلوغ و لوغ میشه دیگه اون عکس به درد نمیخوره اصلا برای کسی بفرستین بنابراین من پیشنهاد نمیکنم همچی کاری انجام بدیم تا یه توضیح میدم اینکه چطوری بتونید این کار رو انجام بدید خب اینجا یه آیکون کوچیک هست آیکون چرخنده اگر روش کلیک بکنید پنجر پنجره پنجره واترمارک تایپ باز میشه که از طریق این پنجره میتونید مشخص کنید چه نوعی از واترمارک رو میخواید به عکس اضافه کنید میتونید یه نوشته باشه میتونید یه عکس به روی این عکس اضافه کنید میتونید حالت کراس افکت یعنی دو تا در خط ضربدری رو روی عکس اضافه کنید حالت های مختلفی هست به طور پیش فرض حالت تکس واتر مارک فعاله همین چیزی که الان روی این عکس میبینید اگر من بذارمش به عنوان مثال حالت کراس افکت اوکی میبینید که الان یه یه زرد مشکی روی عکس هست متا رنگش الان مشکی خیلی خوب مشخص نیست من مثلا رنگش رو سفید میکنم از طریق این دکمه کراس کالر بله رنگش اول مشکی بود بهتر خونده میشد فکر میکنم آره روی این دکمه کلیک بکنید و رنگش رو عوض کنید از طریق این کاد کوچیک میتونید زخامتش رو مشخص کنید خب میتونید این رو به عنوان واترمارک انتخاب کنید تمام عکساتون همچین ضربدری داشته باشند که خیلی جالب نیست من اینو پیشنهاد نمیکنم کنم ولی خب یکی از راهایی هستش که میتونید انتخاب کنید حالت بعدی گزینه اد بوردر یا مثل یه چیزی مثل قاب دور عکستون اضافه میکنه ببینیم اینجا ارزش رو چقدر میشه زیاد کرد رنگش رو هم تبدیل کنیم به سفید که مشخص باشه میتونید مشخص کنید که چقدر از گوشه های کادرتون به مرکز نزدیک تر بشه یا اینکه قطر این, این قاب چقدر باشه خب این را من پیشنهاد نمی کنم قسمت ایمیج واترمارک اگر این رو کلیک بکنید و شما یه لوگو داشته باشید فایل لوگو هم در دسترس باشه میتونه از این قسمت استفاده کنید من اوکی رو کلیک میکنم بهتون میگه که اون فایل در واقع لوگوتون رو ایمپورت بکنید یا وارد این برنامه کنید روی سلک کلیک میکنید و بعد من این فایلم رو حالا لوگو که نیست ولی یه فایلی هست به عنوان مثلا لوگو میخوام انتخاب بکنم این رو ایمپورت میکنه روی عکستون روی عکستون قرار میده خب اینم یکی از روش های واترمارک بود حالا حالت های دیگر هم میتونید خودتون امتحان کنید مثلا 3D تکست واترمارک اینم چیز جالبیه یه حالت شیشه ای داره تکستتون خب یه قسمت مهم هست بهتون گفتم اگر یه دونه تکست داشته باشید اینو به راحتی میشه توی فتوشاپ حذف کرد اما توی قسمت واترمارک لوکیشن من میتونم موقعیت یا در واقع اون جایی که این تکس قرار گرفته رو تغییر بدم میتونم بذارمش وسط و بالای عکس میتونم بذارمش سمت راست البته این تکس انقدر بزرگه که بذارم من سایزشو کوچیک کنم توی این قسمت واترمارک سایز مثلا سایزشو بذاریم پنجا میتونه به درصد باشه یا این حالت گزینه پایینیش خب میتونید موقعیت این تکست رو تغییر بدید اینکه کجا عکستون دوست دارید قرار بگیره ولی بازم یه دونه نوشته است این به درد ما نمیخوره اگر گزینه تایل ورتیکالی یا تایل هوریزنتالی رو بزنید این نوشته شما رو تکرار میکنه البته نمیدونم چرا وقتی تایل هوریزنتالی رو میزنیم قاعدتاً با در افقی تکرار بکنه این خودم نمیدونم چرا در اصل عمود این کار انجام میده ولی در هر صورت زمانی که میخواید این نوشته تکرار بشه توی عکستون باید این دو تا گزینه رو تیک بزنید خب انقدر که الان واتر ماگرین خورده که دیگه به درد نمیخوره ما باید اینو تغییر بدیم شما میتونید در قسمت انگل یا زاویه به زاویه بدید مثلا بذاریدش سی درجه الان کم کم داریم به اون واترمارک ایدالمون نزدیک تر بشیم مثلا من سی درجه به زاویه دادم در قسمت ترانسپرنسی میزان شفافیت این تکس رو میتونید مشخص بکنه اگر ترانسپرنسی صفر باشه یعنی کاملا اون تکس رو نشون بده و اگر ترانسپرنسی صد درصد باشه مثل اون نوشته مثل شیشه عمل میکنه اصلا هیچ چیزش دیگه پیدا نیست الان چون حالت فریدی تکس رو انتخاب کردیم خودش یه جوری که از در واقع زیر تکس مشخصه من میتونم برم همون حالت تکس باتر مارک رو انتخاب کنم تا این گزینه ترانسپرنسی رو بتونم راحت براتون توضیح بدم وقتی صفر باشه میبینید که کاملا این نوشته مشخصه اگرم بزنمش 100 درصد اصلا مشخص نیست حالا اینکه بزنیمش مثلا 80 درصد 80 درصد هم انقدر کمرنگی که پیدا نیست بذاریم 50 درصد خب 50 درصد اینکه میزان ترانسپرنسی رو چقدر انتخاب بکنید به خودتون بستگی داره میتونید برای عکسی بذارینش مثلا 90 درصد 80 درصد برای عکس دیگه مثلا بذارینش 0 درصد کاملا نشون بده ولی دقت بکنید گاهی وقتا چون این نوشته کاملا رندوم داره پخش میشه نگاه کنید اگر که ترانسپرنسی صفر درصد باشه یعنی اون نوشته رو کاملا بخواد نشون بده گاهی وقتا این نوشته یه جای قرار میگیره که رو خراب میکنه مثلا توی عکس پورتر اگر این نوشته دقیقا بیاد روی چشما قرار بگیره و میزان ترانسپرنسیش هم صفر باشه یعنی کاملا اون تکسو بخواد نشون بده دیگه به درد نمیخوره برای کسی بفرستین برای اینکه اون قسمت قسمت مهمیه و نباید پوشیده بشه با چیز دیگه به این موضوع توجه کنید حالا یا میتونید جای این نوشته ها رو کمی تغییر بدید مثلا نوشته ها رو کمتر انتخاب بکنید که خیلی فضای عکس رو اشغال نکنه که حالا اتفاقی روی چشم هم پوشیده بشه یا اینکه اون چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که میزان ترانسپرنسی رو تا جای زیاد بکنی که نوشته ها کمرنگ مشخص باشه نه اونقدر کمرنگ باشه که طرف با واترمارک هم بتونه جای آپلود بکنه نه اونقدر در واقع ترانسپرنسی کم باشه که صفر باشه یعنی کامل اون نوشته رو نشون بده که همه عکس رو خراب بکنه مثلا الان برای این عکس من فکر میکنم 50 درصد خیلی زیاده بذاریمش 70 درصد 70 درصد هم به نظر من خیلی زیاده 80 چطوره 80 خوبه هشتاد به نظر من خیلی خوبه زمانی که شما تایل ورتیکالی یا تایل هوریزنتالی رو تیک زده باشین دیگه فکر نمی کنم این گزینه ها کاری بکنه بله دیگه فرقی نمیکنه. به خاطر اینکه این نوشته داره همه جای عکس تکرار میشه بنابراین دیگه نمیتونید موقعیتش رو تغییر بدید خب یه قسمت هم داره قسمت کانتر ولیو شما میتونید که زمانی که میخواید واترمارک بزنید روی هر عکسی به ترتیب یه شماره های قرار بگیره مثلا از شماره صفر شروع بشه عکس اول با شماره صفر عکس بعدی شماره یک دو سه تا انتها اگر بخواید همچین کاری رو انجام بدید میتونید روی گزینه اینزرت کانتر تک هم کلیک بکنید به محض اینکه من روی این دکمه کلیک میکنم میبینید نوشته درصد کانتر درصد و بعدش عدد یک رو اضافه کرده به انتهای این تکست من خب اینکریمنت یعنی مقدار افزایش اون عددا به چه شکلی باشه من الان یک رو زدم یعنی یه واحد یه واحد اضافه کنه یعنی عکس اول مینیویسه که نیکان دی 850 احمد یک عکس بعدی همین فقط عدد یک میشه دو سه چهار هم جو ادامه پیدا میکنه اگر دوست داشته باشید میتونید از هم ویژگی هم استفاده کنید من اینو حذف میکنم اه توی این قسمت فکر میکنم هر چیزی که نیاز بود رو گفتم اگر احساس کردید میخواید علاوه بر تکست لوگو هم بهش اضافه کنید که من پیشنهاد نمیکنم ولی راهش اینه که روی گزینه اد layer کلیک بکنید و حالا مثلا یه حالت دیگه رو هم انتخاب بکنید مثلا کراس افکت خب یه اسمی هم براش انتخاب کنید حالا من یه چیزی میزنم اینجا ببینید الان کراس رو هم روی عکس اضافه کرده رنگش مشکیه من رنگش رو تغییر بدم به سفید و بعد کراس لاین ویت یا ارزش رو هم زیادتر کنم اینجا هم ترانسپرنسی این زبدر رو هم میتونید جداگونه مشخص کنید حالا عکستون هم نوشته داره هم اون حالت زبدر رو داره که من پیشنهاد نمی کنم این لایه دوم رو ریموو میکنم که همون در واقع کراس افکت بود حالا که واترمارکتون رو آماده کردید قراره که این نوع تکس رو روی همه ها پیاده کنید بریم به تب آخر تب سی واترمارکت پیکچر از خب توی این قسمت باید چه کاری انج... بکنی؟ یک اینکه قسمت دستینیشن یا مقصد جایی که قرار این فایل های سیو بشن رو انتخاب کنید مثلا میام توی همون فولدر سالا یه فولدر دیگه ایجاد کردم به اسم واترمارک که فایل که قرار سیو بشه رو بذارید توی پوشه دیگه میتونید اینجا روی گزینه رینیم فایلز هم کلیک بکنید یا تیک بزنید که عکس های جدید رو با اسم جدید سیو کنه مثلا بنویسید jpeg underline resize underline مثلا واترمارک. حالا این موضوع ضروری نیست میتونید این کارو بکنید اگر بخواید عکس ها رو اوررایت بکنید یعنی اکس هایی که واترمارک زده رو جایگزین عکس های اصلی بکنید که من پیشنهاد نمی کنم میتونید روی گزینه اوررایت کلیک بکنید و دستینیشن همون جای قرار بدید که عکس های پوشه اصلی هستن من رو هم پیشنهاد نمی کنم بنابراین من عکسای های شده گذاشتن گذاشتم پوشه دیگه خب چیزهایی که باید بدونید قسمت اوتپوت فرمت ممکنه شما فایل رو به صورت تیف وارد برنامه کردید یه سری فایل داشتید که فرمتش تیف بوده وارد برنامه کردید و حالا میخواید واترمارک مارک شده ها رو به صورت جی پیک سیف کنید از اونجایی که معمولا عکسی که قرار برای مشتری بفرستیم جی پیک هست اینجا دیگه این تبدیل رو انجام ندید بهتره چون شما یه بار فایل های را داشتید را رو تبدیل کردید به جی پیک با سایز کوچیک حالا دیگه نیاز, نیاز نیست تبدیلی انجام بشه بنابراین روی گزینه اولش تیک بزنید نوشته سیو از input اوریجینال فرمت میگه همون فایلی که وارد برنامه کردی من همون فایل رو در واقع همون فرمت رو دوباره سیو میکنم یعنی اینجا تبدیلی انجام نمیدم خب در قسمت Output Quality میتونید کیفیت عکس رو مشخص کنید نوشته خودش که 100 بهترین کیفیت ممکنه من میگم روی 100 قرار ندید برای اینکه ممکنه فرض کنید فایل های JPEG که قبل از واترمارک ساختید هر کدومش 2300 کیلوبایت باشه اما اگر الان اینجا کیفیت رو بذارید روی 100 و فایل ها رو دوباره ذخیره کنین هر فایل بشه مثلا 700 یا 1 مگابایت در صورتی که کیفیت که نرفته بالا فقط یه تکس به عکس اضافه شده در ضمن اینجا قرار نیستش که ما عکس با بیشترین کیفیت ممکنه برای مشتری بفرستیم قراره که مشتری از بین اینها فقط چند ای رو انتخاب بکنه حالا پیشنهاد من به شما اینه که چند بار به با آزمون خطا میتونید مقدار مناسب خودتون رو پیدا کنید مثلا من آخرین مقداری که اینجا وارد کردم 90 بوده به نظر من 90 کیفیت خوبی بوده ولی ممکنه شما 80 هم بذارید خروجی بگیرید یا یعنی اکثر سیف کنید بازم به نظرتون کیفیتش خوب باشه دیگه دست خودتون رو با آزمون خطا یه مقداری رو برای این مشخص کنید حالا من میذارم 80 در قسمت ریسایز ایمیج نیازی نیست به چیزی دست بزنید چون اکثر از قبل ریسایز کردید دیگه قرار نیست اینجا ریسایز بکنید و یه مرحله اضافی به این برنامه در واقع اضافه کنید چون اگر گزینه ریسایز رو هم بزنید اینجا خب مدت زمانی که این تبدیل طول میکشه یه مقدار بیشتر بشه حالا که همه کارا رو انجام دادید کافیه بیاد روی گزینه سیو water مارک ایمیجز کلیک بکنید یه مدت زمان کوتاهی طول میکشه بستگی داره که چند تا عکس انتخاب کرده باشید و اینکه کامپیوتر شما چقدر کارایی خوبی داشته باشه الان میبینید به همین صورت عکس ها رو تبدیل شدن من میرم توی فولدر واترمارک و حالا وقتی عکس ها رو باز میکنم میبینید که همه عکس ها این واترمارک رو دارن حتی عکس هایی که به صورت افقی بودن هم این واترمارک رو دارن و اگر اینا رو برای مشتری بفرستید اه دیگه تا زمانی که پولش رو پرداخت نکنه این واترمارک ها رو هم نمیتونه از بین ببره البته این عکسایی که گرفتم عکسای مدل زیبای خودم بود مشتری نبود یه موقع سوی تفاهم نشه که حتما دارم بر این آدم این کار رو انجام میدم دیگه چیزی از این برنامه نمونده اگر ویدیو این چنلی رو دوست دارید لطفا سابسکرایب کنید روی زنگوله کناریش هم کلیک بکنید تا به محض اینکه ویدیو آپلود کردم از طریق نوتیفیکشن متوجه بشید و ویدیو رو نگاه کنید اگر سالی در رابطه با این برنامه یا حالا موضوع واترمارک و مسائل این چنینی داشتید هم توی قسمت کامنت ها بپرسید امیدوارم که بتونم راهنماییتون کنم خیلی متشکرم مثل همیشه که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید شب و روز خیلی خوبی داشته باشید و خداحافظ